رادیو همراه بفرمایید. الو سلام سلام بفرمایید. آقای دکتر معذرت میخوام، من از اروپا زنگ میزنم، ممنونم که این فرصت من دادیم. من یه سوال راجع به انقلاب مهسا داشتم، اگه اجازت بپرسم ازتون. حتما بفرمایید. قبل از اینکه سوالم بپرسم، امیدوارم کسی رو ناراحت نکنم چون این برنامه رو دیگران هم گوش میکنن، یه واقعه تاریخی رو میخواستم اشاره بکنم، بعد از اون میخوام به سوالم برسم. البته شما این چیزها خیلی بهتر از همه ما میدونید. تو انقلاب آمریکا، استقلال آمریکا، جورج واشنگتن اومده بود، وقتی موفق شد طرفدارای دو تا آتیشش گفتن که به اعلام پادشاهی بکن، ایشون قبول نکرد، گفت من میخوام یه نظام دموکراتیک تشکیل بدم و یه گروهی تشکیل شدن و قانون اساسی دادن، اینو که همه میدونن. من توی بحبوحه انقلاب مهسا اون گردنمایی همبستگی عظیمی که بین ایرانی‌ها ایجاد شده و 70-80 هزار نفر تو برلین جمع شدن، نزدیک تا کنم اگه اشتباه نکنم 100 هزار نفر تو اروپا جمع شدن، توی کانادا جمع شدن، بعد حتی اینجا توی شهر کوچیکی من از انگلستان زنگ میزنم، همسایه که جایی که کار میکنم باش هستن، شهردار قبلی شهر بود، اومد با من 10 سال من تبریک گفت، گفت شما ایرانی هستین، چه بانوان شجاعی دارین. اینا من میخوام سوالم مشخصا راجع به شاهزاده رضا پهلویه، میخواستم ببینم اگه ایشون، اگه حالا خودش یا دوروبریاش این بینش رو داشتن و میومد قسمش رو کنار میذاشت، اعلام جمهوری میکرد و یه پیشنویس قانون اساسی و مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین میکرد، آیا میتونست تمام گروه ها رو، اکثر گروه ها رو دور هم جمع بکنه و به این انقلاب سرعت ببخشه؟ من دوست دارم اینو از شما بشنوم، حالا در یه درصدی ببین چقدر تاثیر داشت. آخه ببینید عزیز، شما یه سناریویی برای یه جنبش انقلابی رو ارائه میدید که توش دو تا اشکال اولی است. اول اینکه ایشون فرض رو برای میگیرید که ایشون چنین کنند یا چنان کنند، و فرض دوم شما این هست که این پاسخگو و یا احتمالاً عامل ایجاد همبستگی و اتحاد میشه. من تو هر دوتا شک دارم. یعنی اشکال کار اینه که نمیخوام بگم یه فرضی میکنید، میشه درباره فرضها هم صحبت کرد، ولی وقتی که وارد این موارد و مقوله ها میشه شما باید اطلاعات کامل و دقیق داشته باشید. یعنی برمیگرده به این که یک، ایشان به این موضوع چگونه نگاه میکنن، و دو، بر اساس پیشنهاد شما چه تأثیری داره. شما میدونید در قسمت اول صحبتتون یه مطلبی رو گفتید، اگر اشتباه نکنم، من چون فقط مضمونش رو میگم، این که به جورج واشنگتن وقتی گفتم بیا به پادشاه شو، گفت من به دنبال یک جمهوریت و یا یه دموکراسی یا یه حکومت دموکراتیک هستم، درسته؟ بله کاملا بله. آکی خب، شما الان در جهانی زندگی میکنید که در اروپا 5-6 تا کشور هستن که پادشاهی هستن، ولی از هر کشور دیگه دموکرات تر و جمهوری تر، و 50 تا جمهوری وجود داره که بدترین نوع دیکتاتوری ها رو در دنیا دارن. بنابراین بسیاری از اوقات این عنوان ها درسته که ممکنه بر اساس زمین های تاریخی شما یه نتیجه گیری ازش بکنید، اما خیلی از اوقات عزیز واقعیت ندارن. یعنی شما برید دانمارک یا برید سوئد یا فرض کنید نروژ، شما در اینجا پادشاهی دارید، خب ولی پادشاهی اینا مانعی برای دموکراسی، برای لیبرال دموکراسی، برای سکولاریسم، برای هیچی نیست. اگر شما یه فرض خواهد، چون ببینید باز اشکال اینه که شما میاد فرضی در مورد ایشون رو مطرح میکنید با مسئله پادشاهی در ایران، و اون وقت هست که گرفتاری ها پیدا میشه. براوه اصولا مردمی که 950 سال حکومتشون غیر ایرانی بوده، حداقل در مثلا 1200-1300 سال گذشته، مردمی که به حساب خودشون بسیاری باورشون هست که یا خودمون خواستیم گول بخوریم یا گولمون زدن یا هر دو، با ترفندهای عنوان و نام خیلی نگاه و نظرشون عوض نمیشه. بنابراین و بعدم شما یه بازی فرض دیگری رو میگیرید که ایشون اگر ادعای هست، من نمیدونم کجا ایستادن چون هیچ خبری از نگاه و نظر و برنامه‌هایشون ندارم،
اگر یه همچی حرفی بزنن همه راه ها هم بار میشه. نمیدونم عزیز، یعنی ببینید شما برخی از اوقات یه بحثی درباره فرض کنید فشار خون میکنید یا کلسترول میکنید، اما یه زمانی که درباره یه آدم به خصوصی صحبت میکنید و اینجا اطلاعات دقیقه، یعنی اون چیزی که میگن واقعا اون مسئله و مشکل در دیتیل و جزئیات است، و بنابراین در حالی که سوال کلی شما رو من میفهمم و ولی جوابی نمیتونم بدم چون بعد پرسش جزئی میشه. درست بس که برگردید بگید مردها از زنها قدشون بلندتره، حالا به نظر شما این عروس داماد مرده قدش بلندتره با احتمال 99%؟ میگم نمیدونم. شما من بگید با احتمال 50-60%، بله، ولی تازه احتمال رو فرد میشه پیاده کرد، باید 1000 نفر بیاری تا ببینی نظر من درسته، ولی راجع به این آدم به خصوص نه. و بعدم شما تو صحبتتون عزیز یه زمینه ذهنی رو ارائه میدید که به نظر شما موضوع انقلاب ایران یا انقلاب مهسا با بحث مربوط به پادشاهی یا به بیراهه رفت یا خراب شد. خیلی اینا معلوم نیست، تازه اونها با بحث و گفتگو میان مردم، یا همطوری که خودتون اشاره کردید خیلی از اوقات مخصوصا در صحنه ای که ما به مرحله رهبری نرسیدیم و مدیریت، بسیاری از اوقات این افراد رده های پایین هستند که تعیین کننده جهت ها و هدف ها میشن تا خود فرد. اونجایی که بحث رهبریه و نه مدیریت، اوست که حتی برخلاف نظر طرفداران و اطرافیانش نقشی رو که باید ایفا میکنه. ولی شما اگر تو کار منیجمنت و مدیریت باشید و یا بحران که هم اکنون به نظر من بعد از 44 سال در این زمینه به خصوص وجود داره، خیلی این مطالب جای بحث و گفتگو داره. بنابراین شما میتونید یه مجموعه از اطلاعات رو آنگونه که دارید کنار هم بذارید، بعد یه نتیجه گیری کنید. منم همینطور، ولی هیچ کدوم به واقعیت نزدیک نیستیم. به همین جهته که ما یه گفتگویی درباره مسیر انقلابی داریم که برخی از اوقات حتی بیراه رفتنهاش و برگشتنهاشه که اونو تصفیه میکنه، یا برخی از اوقات اشتباهات کوچکه که مانع اشتباهات بزرگ میشه، و برخی از اوقات باختن برخی از جدالهاست تا منجر به پیروزی کامل جنگ میشه. مسائلی از این قبیل بسیار بسیار پیچیده هستند و به همین جهت است که بر اساس فرضهایی که میکنیم به این طرف و اون طرف کشیده و کشانده میشه. بعدم درباره موضوع ها از کسی میپرسید که شاید کمی کمی کلیات رو میدونه، ولی من واقعا اطلاعات نسبتاً قابل استفاده و مفیدی که باید داشته باشم چه درباره این گروه ها هر کی هستن و چه درباره ایران و گرایشی که به توده جوان در ایران و مردم ایران دارن ندارم. یعنی میتونم بگم من اگر فرض کنید این نوع تلویزیون رو یا این نوع برنامه رو میشنوم به این سمت آمدم، در حالی که یه تلویزیون دیگر رو بشنوم یه گونه دیگه. بارها عرض کردم شما اگر در امریکا فاکس رو ببینید یا MSNBC رو ببینید، شما خیلی زود متوجه میشید راجع به دو تا کشور مختلف دارید حرف میزنن و شما در دو کشور مختلف زندگی میکنید. اینقدر فاصله با واقعیت وجود داره که متعلق به یه جا نمیتونه باشه. اسما شبیه هن ولی محتوا نه. حالا این تا چه اندازه کسی مثل شما رو قانع میکنه، ولی پاسخ من خدمتتون چیزی بود که به ذهنم آمد و درش رعایت خیلی اصولی هم نکردم، فقط همینقدر که حرفی نزنم که باعث سوء تفاهم و یا برداشت نامناسب بشه. حالا هر گونه که شما دلتون میخواد گفتگو رو میتونید ادامه بدید. نه من خیلی ممنونم، متشکرم از توضیح. تو فقط من یه دیتیلز خیلی کوچیک بدم، شما در جریان هستی یا نه؟ ایشون یه کارزار وکالت هم گذاشته بودن که بهشون وکالت بدن، منم امضا کردم اون وکالت رو، گفتم امضا میکنم، ولی دیدم تا 300,000 تا رفت، فکر کنم آخر آخرش من دنبال نکردم. یعنی کل اونایی که از کل خارج از کشور میتونستن به راحتی بشه، حالا ایران ممکن نبود براشون، توی خارج کار بکنم، نهایتا شد 600,000 نفر بهش وکالت دادن تا اونجایی که من میدونم. یعنی یه آمار کوچیکی میخوام بگم که همچین اطلاعاتی بوده،
من فکر میکنم اگه مثلا این کار میکرد، حالا شاید من خیلی ایدالیست فکر میکنم، خیلی ایدال فکر میکنم، نمیدونم، فکر میکنم چون اون موقع این حرکت میکرد این سرعت میبخشد. من نمیدونم البته سرعت اگه افزایش پیدا کرد، ولی ببینید عزیز، من باز مطمئنم که میدونید، مثلا اولین بار مسئله وکالت رو شنیدم، یعنی منی که سالها تو کار بحث‌های سیاسی بودم، خودم در ایران رفتار جمعی درس می‌دادم، اصلا کار من در 3-4 تا دانشگاه، از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه ملی اینا، کلکتیو بیهیویر بود و تئوری انقلاب بود، من اولین بار مسئله نمایندگی رو شنیدم، یعنی متوجه نشدم. یعنی میخوام به شما بگم ببینید یه مقدار چیزایی برخی از اوقات در میاد که تازه است، نمیخوام بگم خوبه یا بده، بس من اون نیست، ولی برای یه آدمی که 50 سال یا بیشتر تو این کار بوده، برای اولین بار توجهش جلب میکنه. بعد شما به من میفرمایید که اگر این کار این گونه یا همون گونه که بوده ادامه پیدا میکرد یه نتیجه دیگری میداد، میتونم بگم شاید، ولی اگر من بگید حتی یه احتمالی بده 10% یا 80%، حتما ساکت خواهم شد، برای که واقعا نمیدونم عزیز. به همین جهت هست که تو این گونه موارد با خودشون میشه صحبت کرد، با هر کسی که مورد نظره، و یا به هر حال مسیری رو باید بریم که بقیه انقلاب ها رفتن، اونو میدونیم، یعنی تئوری های مربوط به جنبش های انقلابی رو میشناسیم از آنچه که اتفاق افتاد، چون هدف برهم ریختن نظام ارزشی و حتی هنجاری جامعه بود، از اون جایی که هدف در حقیقت تغییر نظام و حکومت بود، جنبش انقلابی است. خب این جنبش انقلابی هم انواعی داره، هم از مسیرهای مختلفی میگذره، و بعدم به نظر من الان در مقابل خودش شاید مثلا 5 تا 7 تا گزینه داره که ظرف 1 سال یا 2 سال آینده این که کدام رو به پذیره، درست پس که شما از این خیابون یا اون خیابون برید، حالا مغازه‌های دیگری می‌بینید، با چیزهای دیگری روبرو میشید، ولی خب بسیاری از اینا برای منی که در این زمینه‌ها فعال نیستم و آگاه نیستم، منتظر میشم ببینم چه میشنوم یا می‌بینم، ولی خودم اونقدر نگاه و نظری ندارم، ولی در این حال احتمالات رو میدونم. تازه موضوع ایران به دلایل بسیار یه پیچیدگی هایی داره که مخصوص به خودشه، که ای بسا نه به جهت منحصر به فرع بودن نظام های اجتماعی، هر جامعه متفاوت، ولی ایران یه چری چیزای خاصی داره. فرض بفرمایید ما در دنیایی هستیم که ظرف 50 سال گذشته از مذهب دور شده. خب شما درست در یه جامعه فرض کنید 44 سال قبل آمده اصلا حکومت مذهبی، اونم نوع مطلقش رو انداخت، در دنیا سابقه نداره، یعنی 50 سال گذشته. شما فکر کنید یه روندی مختلف و متفاوته. بعدم یه جامعه است مانند ایران که شرایط جغرافیاییش یا اون ژئوپلیتیکش از یه طرف، ولی اصلا مردمانش و بعدم حتی ترکیب و کانفیگوریشن جمعیت یه چیز عجیب و غریب مخصوص به خودشه. تازه شما با یه پدیده دیگری روبرو هستید که به دلایل فرهنگی و اهمیت علم و آزادی دختران برای کسب علم، برای اولین بار از نظر من یه جامعه‌ای پیدا شد که تعداد دانشجو دخترش بیشتر از پسر شد، تازه بیشتر اونام در برخی از رشته‌ها بهتر درس خوندن، و بنابراین یه دانایی زنان و مادران پیدا کردن که پسران و پدران نداشتن. خب جنبش هم به اون گونه شروع شد. بعد گیر و گرفتاری در قرن 21 سر یه تیکه پارچه است که اونم اینجا سابقه نداره. یعنی ببینید به همین جهت است که آنچه که ویژگی جامعه ایرانه اینقدر منحصر به فرده، اینه که با یه آدمی شما دارید صحبت میکنید که باید خدمتون عرض کنم علمش و عقلش به این چیزا نمیرسه. چرا اتران ببخشید حرفتون قطع میکنم، شما پیش بینی هم کرده بوده که انقلاب آینده ایران رو خانمان میکنن، درست هم بوده، من صحبتتون رو خیلی خیلی وقت پیشم گوش کردم، یادم میاد، حتما میدونی، من جوابم گرفتم از لابلای حرفای شما. خوشحالم که برهان، ممنونم از محبتت عزیز، دل مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم. خیلی ممنون که پاسخ منو دادید، متشکرم. تمام.
با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. خیلی خیلی ممنون از این فرصتی که به داده شد که بتونم با تو صحبت کنم. منم طبق معمول مثل افراد دیگه که اکثرا با مشکلات هایی که دارن به خاطر هم با تو تماس گرفتم. من 27 سالمه و دوران کودکی سختی داشتم و الانم یه مدت طولانی هست با یه مشکلاتی، ببخشید یکم استرس، یکم بذارید سوال کنم. شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟ من از اروپا تماس میگیرم. چه مدتی از اروپا هستید؟ تقریبا 10 سال اروپا هستم. چجوری آمد؟ آقا 17 سالتون بوده؟ بله، من از با خانواده اینجا درخواست داده بودیم و از ایران و از طرف. بله. خب خانواده شما چند نفره، از چند تا فرزند هستید؟ من یه خواهر کوچکتر دارم و فقط ما دوتاییم و پدر مادرم هم از هم دیگه جدا شدن. کی جدا شدن؟ تقریبا وقتی که سنم حدود 12-11 سالم بود جدا شدن. خب شما بعد از جدایی پدر مادر با کی زندگی میکردی؟ من با مادرم زندگی میکردم و که بعد با مادرم و خواهرم اومدیم اینجا. خب آخه با چه نیتی و هدفی آمدید اروپا؟ حقیقتا خب یه مشکلات، این جدایی پدر مادرم یه مشکلات های خاصی داشت و یه جورایی مجبور به مهاجرت شدیم به خاطر اون، و قبل از اونم یه اتفاقایی افتاده بود که باعث ترامایی شده بود که هنوز که هنوز کاربودای من باش درگیر هستم. و نه آخه ببینید، من اگر نمیخواید راجبش حرفی نزنید، ولی ببینید زن شوهری اونجا جدا میشه، صبر کنید. در حالی که بچه ها کوچک هستند مادر عهده دارشون میشه. خب این پدر که دیگه اونقدر مسئله و مشکل آفرین نبوده، هی بود که بچه هاشو نمیداد. نه بیشتر خب از طرف فامیل و فامیل کی؟ فامیل پدر و اینا بود که مشکل به وجود اومد. بله. مثلا چه جور مشکل؟ آخه نمیخواد حرفی نزنید عزیزم. شما دارید منو مرتبط میکنید به گذشته، حتی تراما بعد یه جوری مخفیانه مثل که رو خط رادیو شما اومدید و میخواید مسئله تون رو مطرح کنید. من هیچ اصراری ندارم که دوستان حرفی رو نزنن، ولی من میخوام ببینم دختی که زن و شوهری از هم جدا میشن، بچه ها با مادر هستن، دیگه فشاری اونقدر از جانب پدر و اینا معمولا نیست، ولی بچه هاشو نمیداد. نه بعدم... متوجهم چی میگی. من معذرت میخوام بخاطر اینکه نه عزیزم، نه من فقط میخوام متوجه بشم. ولی تراما تو چه زمینه ای؟ آخه قضیه ما یه مهاجرت جلوتر داشتیم از طریق قاچاق به سمت اروپا قبلا. و در چه سنی بودید شما؟ بیتر... بله در چه سنی شما بودید؟ من در سن تقریبا 8-9 سالگی بودم. یعنی وقتی پدر مادر با هم بودند؟ بله پدر مادر ما قول خانواده اومدیم سمت اروپا. خب چه مدتی بودید؟ تقریبا یه سال توی راه بودیم و اونجا یه اتفاقایی افتاد و مجبور به اومدن دوباره به ایران شدیم. اوکی. یعنی احتمالاً از نظر قانونی متوقفتون کردن، برگردوننتون به ایران، یا خودتون تصمیم گرفتید بیا؟ یه جورایی خودمون تصمیم گرفتیم و یه اتفاقی افتاد اونجا. تقریبا مادرم من یه مدت با خواهرم یه مدتی اونا از ما یه جوره انگار چیز شده بودن دیگه. چی جوری بهتون بگم، مادرم یه جوری با خواهرم رفته بود، منو پدرم تنها گذاشته. گفتید خواهرتون از شما چقدر کوچکتره؟ 6 سال تقریبا از من کوچکتره. ایشون الان 21 سالشونه. بله. ولی الان که اومدید اروپا هر چهار با همه، یا شما سه تاتون هستید؟ پدر ایران؟ نه پدرم اروپا هستن اما توی یه کشور دیگه. اوکی.
و شما با مادر رو ستای زندگی میکنید؟ بله، من خودم جدا زندگی میکنم، ولی خود توی یه کشور این هستم. اوکی، به من بفرمین مادر شغل و کار چی دارن، از چه طریق زندگی اقتصادیشون رو میگذرونن؟ مادرم توی یک مدرسه به عنوان یه مثلا تقریبا یه رده پایین تر از معلمی کار میکنه. بله. و خواهر 21 سالتون هم با مادر هست؟ بله بله. ولی شما تو همون کشور هستید، ولی توی شهر نیستید، درسته؟ نه بله نیست. خب حالا موضوع و مسئله که به خاطرش تلفن کردید چی عزیز؟ آقای دکتر، من توی این مدت به خاطر نمیدونم به خاطر این اتفاق هست یا مسئله دیگه هست، من با مشکلات روحی و همچنان جسمی یه جوری به هم گره خورده، دست و پنجه نرم میکنم این مدت طولانی. حالا مشکل جسمی شما چیه و مشکل روانیتون چیه؟ در حدی که میدید یا عنوان اسمشو نصب کنید، یا اسمشو بگید یا توضیح بدید چی هست؟ من درد و مشکلای درد دارم، مثل تقریبا مثل آرتروز و این مشکل رو دارم. بله. به دکتر بهتون میگه چرا در این سن شما اینو دارید؟ بله، یه مدت اینجا یکم طول میکشه تا تشخیص بدن چه مشکلی آدم داره. خب تشخیص چی بوده؟ نه گفتن چرا؟ آخه شما تو سن 27 سالگی که آرتروز قرار نیست بگیرید. والا من نمیدونم، خیلی برام مثلا تعجب بوده، اما خب فشار اونقدر فیزیکی هم نبوده، نمیدونم، میگم احتمال شاید یه اتفاق افتاده توی بچگی و پیگیری نکردی و این در طول مدت تبدیل به آرتروز شده و بدتر شده. خب الان شما مشکلی که دارید آرتروز چقدر سنگین و شدیده؟ من هر روزانه درد دارم دیگه، اذیتم، دارو مصرف میکنم و مورد چیزای گزینه دیگه هم برای یعنی بهتر کردن که نه، یعنی بهتر کردن درد وجود داره، اونم عمل جراحی هست که عملهای یکم سنگین داره و یه عمل جراحی من انجام دادم توی قسمت مختلف از بدنم یه اتفاق افتاده و اون جراحی، یه جراحی که انجام دادم ناموفق بوده تقریبا و یه ترس. برای آرتروز چه جراحی انجام میدن؟ جراحی که انجام میدن اینه که یه قسمتی از اون حساب بند و استخونایی که مثلا در اون آرتروز به وجود اومده اونو از بین میبرن و اونو رو یه جورای فیوژن به حساب که به هم این بیشتر از در ناحیه دستای شماست، ناحیه پای شماست کدوم؟ هم دست مشکل دارم هم پا مشکل دارم. خب وقت از نظر روانی برای خودتون چه شرایط و وضعیتی یا چه نامی میتونید روش بذارید تو قائلی؟ خب استراب و افسردگی رو که میشه فهمید و خشم رو. بله این مشکلات رو دارم و یه چیزم که هست که منو خیلی اذیت میکنه تو این سن اینه که تمرکز و مشکلات تمرکز و چیز دارم، به خاطر اینکه قصد ادامه تحصیل دارم و دوست دارم کتاب بخونم و این مانع هست و خیلی مدتی هست که این منو اذیت میکنه و با دکترم درمین گذاشتم با همچنین با روانشناس اینا و اون که اگر تشخیص کم بوده توجه و تمرکز، خب دارو کاملا فردا شما رو درست میکنه. بله، ولی خب یه جوره کلا پیچیده بوده و من خاطر این استراب افسردگی داشتم همیشه این توان و انرژی نداشتم همش دنبال این کار برم، با اینکه مثلا دنبالش هستم و روزمره. نه نه ببینید عزیز، بذارید من یه چیز شما رو ببینید. من کافیست در ظرف 6 ماه یه روز یه ساعت برم برای دکتر، این من به خاطر وقت نداشتم یعنی چی؟ نه وقت نداشتم آقای دکتر، به خاطر این جواب مثلا تشخیص درست ندادن، من خودم این اقدام کردم و رو به
جلو هستیم. آخه اصلا شما یه چیزی هم قبلا گفتید که در اروپا تشخیص رو دیر میدن، انگار مثلا سواد دکترها و پزشکان اروپا کمتر از ایرانه یا جای دیگه است. این شماره یه. دوم اینکه اگر شما کمبود توجه و تمرکز دارید، 10 دقیقه به هر دکتری بگید براسه دارو رو مینیسته میده بهتون، تمام شده. 15 دقیقه تمام شد. این چطور بله ولی تشخیص دیر برای چی بدن؟ شما ای برگرد سب کنید، شما ای برگردید بگید من مشکل درس خوندن دارم، نمیتونم توجه و تمرکز کنم، همه حرف رو گذارید به من، حتی 2 دقیقه. خب دوام پزشک دارو می نویسه می دست. بله ولی خب به خاطر اینکه با یه روان پزشک اینجا بتونی وقتی بهت بدن، وقت بگیری و وقت بهت داده بشه، باید یه حسابی بررسی روانشناس جداگانه بکنه و اون ببینه این نه نه هر نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، آدم که نمیاد زندگی شو خراب کنه. شما پر یه روان پزشک خصوصی برید، همون فردا بهتون وقت میده، پول میدید، دستخطونو میگیرید. شما از طریق خواستید بخش دولتی برید، خب اون ممکنه چند ماه طول بکشه، ولی دیگه چیزی نیست که آدم فلج بشه. 10 سال شما اومدید اروپا. حالا بعد باید قبول داریم؟ نه. حالا به من بگید الان مشکل چی؟ آخ ببینید عزیز، اگه شما به من بگید که من مسائل فیزیکی و پزشکی دارم، مسائل روانی دارم، نمیدونم به هر دلیل و بهانه‌ای که اصلا از نظر من قابل قبول نیست، بهبود پیدا نکردم و همینجوری موندم، اونم در قرن 21 تو اروپا، خب من میگم این کار رو باید ادامه دارید. به علاوه به هر حال دنبالش رو میگرفتید، پشتش رو میگرفتید، انجام شد. حالا اونا گذشته، ولی حالا با توجه به این اطلاعاتی که شما به من دادید، پرسشتون یا مسئله و موضوعی که میخواید به من در میون بگذارید چی عزیز؟ حقیقتا من تماس گرفتم، یه جوری قصد تماس داشتم، اما جلوتر خیلی سوال چیزی تر نکردم. خواستم یکم باهاتون، میدونم که وقت شما بینندگان شنوندگان زیادن و زیاد مراجعه میکنم برای اینکه با شما صحبت کنم و از این چیز ابراز تاسف میکنم که جلوتر سوالی نه هیچ ارتباطی نداره. شما اگر اومدید رو خط، این ساعت و وقت از آن شماست، نکسه دیگه. خیلی ممنون از این مهربانیتون. ولی من یه چیزی که یکم من آزار میده، این مشکلات گذشته و رابطه با پدر مادرم همچنین هست. من رابطه آنچن خوبی با پدر مادرم ندارم و اونام یه جورایی توی مسائل مثلا حساب درکم نمی کنم و یه جوری از اونا نمیتونم یه خواسته ای داشته باشم که بتونم حتی تلفنی باشون در تماس باشم و یه جوری من یک واضح بهتون بگم، حتی زمانی که من جراحی کردم من تنها زندگی کنم و وقت زیادی تنها سپری کردم و خودم، یعنی با کمک خودم این مدت رو گذروندم که وضعم یکم بهتر شد و کمک آنچنانی نه لحاظ عاطفی نه لحاظ چیزی از اونا تونستم دریافت کنم و این چیزی که من اذیت میکنه و هم طرف مادر هم طرف پدری یه جورایی این خودخواهی، نمیدونم حال درسته که بگم، یه جورایی حالت خودخواهی تو خودشون میام توی بعضی مسائل حتی باشم. خب هستن شما، خب ببین عزیز، ما تو زندگیمون برخی از اوقات یه واقعیتای رو میدونیم. شما متوجه میشید با توجه به تجربیات و اتفاقاتی که افتاده که تو این خونه معلومه نه دانایی بوده نه آگاهی بوده نه مهربونی بوده، خودخواهی بوده، بیماری بوده، همه دست به دست هم داره شما رو به اینجا رسونه. خب باید قطع امید کنیم، مثل که وجود نداره، مثل که نیستم، مثل اینکه این که شما انتظار داشته باشید در این سن و سال برای شما روزی که در بیمارستان بودید و دوا تا قمر بود، از 10 تا دیگه هم که مریض بودن 8 تا کسی واقعا دور برشون نبود. برای که دنیای امروز دنیایی است که آدم‌ها باید مواظب خودشون باشن، مثل آدمایی که پشت فرمون میشینن یا در حال دارن کتاب میخونن، اینا چیزی نیست که آدم منتظر بقیه باشه. بله شما که سابقه شون رو دارید، بعدم احتمالاً پدری که اونگونه بوده و احتمالاً جدا از شما بیخبر از شماست، مادرم همینطور، و بعدم شما که جدا داری زندگی میکنید که به اینجا رسیدید که بهتر اون است. ولی این اون چیزی که کار دستتون میده انتظار و توقع عزیز به جایی نمیرسید. این دنیایی است که میلیاردها نفر، ما الان 8 میلیاردی، ولی میلیاردها نفر اومدن از گرسنگی و تشنگی و بی‌دوایی و بی کسی مردن. طبیعتی نیست که رحمی داشته باشه،
طبیعت است که قاعده و قانونش ظلم تمام عیار، تازه هر چی هم درست کرده خراب میکنه، هم به بدترین صورتش. بنابراین اگر من و تو نتونیم رو پای خودمون بایستیم و خودکفا بشیم، کارمون تمومه، منتظر هیچ کس نمیشه بود. من کسی که بزرگترین و بهترین متخصص اعتماد به نفس و اعتماد نفس به نظر من بوده و همچنان هست، دکتر برندن. دکتر برندن یه شعار داشت: Nobody is coming. هیچ کس نمیاد. هیچ. حتی یه روز گفت رفتم سر کلاس این بحث رو کردم، یکی از شاگردها پر رو شد گفت استاد شما که آمدید؟ گفتم یه اومدم که بگم Nobody is coming. بنابراین اگر در دنیایی هستی که تو منتظری عزیز، از پا در میای. انتظار فقط برای تو استراب، افسردگی و بعدن خشم میاره. و به همین جاست که من بارها عرض کردم خدمت دوستان، من ابدا انتظار و توقعی از هیچ چیز ندارم. امیدوار هستم، آدم نسبتا از نظر بقیه خوشبین و مثبتی ام و امیدوار هستم، ولی ابدا منتظر نیست. ابدا. به همین جاست مثلا فرض کنید کنفرانس میگذارم، به خودم میگم بین 5 نفر تا 500 نفر میان، بچه اومدن اومده تو شد با 5 تاشم راحتم، واقعا برام فرقی نمیکنه. یعنی میخوام بگم روزی که سطح انتظار تا، ولی وقتی تو به من برگردی این گونه که بیان میکنی که میفهمم که کسی نیست، من یاد دکتر برندن میندازی که nobody is coming، هیچ کسی نیست، من دومه نیست. این یه واقعیت عزیز. تو که تو اروپایی هم میتونی حس کنی، تازه به خانواده خودت نگاه کن. پدر و مادری بودن که حتی با هم پدر و مادر بودن، دو تا بچه آوردن جدا شدن، پدر اصلا کاری به مثلا به بچه ها نداشته، بعد آمدن اشتباه کردن نتونستن بمونن برگشتن، دوباره شما آمدید، بعد مادر و خواهر یه جا هستن توی جای دیگه، هزینه ها دو برابر، ولی درآمدها هر کی یه برابر. یعنی میخوام بگم که یه چیزی است که با واقعیت ها میخوام اون رهاش کن عزیز. بعدم شما توی سیستم پزشکی و روانشناسی و روانپزشکی در اروپا هستید که یه مسیر به حال عمومی داره، ولی به حال از طریق بیمه ها باید حرکت کرد و باید مدت ها منتظر بود. اینم در حدی است که من فهمیدم و شنیدم، خیلی هم نمیدونم حرفم درست و دقیق هست یا نیست. و بنابراین همینی که هست عزیز، درست مثل که من به تو بگم 2 یورو بهت میدم برو شام بخور. خب برخی از اوقات فقط تو میتونی بری یه دونه مغازه خاربار فروشی که نون بگیری بخوری که امشب باش بخوابی، غیر از نون چیز دیگه نمیشه خرید. ای 20 یورو بهت میدادم مسئله خیلی فرق میکرد، ولی خب ما با همون چیزی که داریم باز زندگی کنیم. تو هم الان همین وضعیت و شرایط رو داری، سخت تلخ بد باعث بسیار تاسفه، ولی اینکه تو انتظار داشته باشی که من بتونم حرفی بزنم جز اظهار تاسفم نیست. ولی حالا با وجود همه اینا اگر مشخص و معین پرسشی داری بگو عزیز. اگه چیزی به نظرت اومدی که فکر کردی شاید من بتونم دربارش حرفی بزنم، این کارو بکن. بله، حرفایی که دوستی صحبت کردی همشون خیلی حرفای زیبایی و حقیقت آقای دوستانی. خب این احساس درونی انتظاری که شما بگید حرف درست، این انتظار هست، اما یه جوری من خودم خواستار اینم هستم که روابطم با پدر مادرم دوست باشه، خوب باشه، یعنی دوست دارم که خوب باشه و ادامه داشته باشه. یعنی وقتی این به حساب نکات خوبی توش نمیبینم و نمیبینم، همونجوری که من تلاش میکنم از اون طرف هم نمیشه، یه جوری همونجوری که جلوتر گفتم ناراحت میشم و بی خود. آخه واقعیت نیست عزیز من. نه ببین عزیز، من تو با هم حرف زدیم، تو هم گفتی هم حرفات زیباست هم حقیقته، ولی بعد یه ولی گذاشتی پشتش. بی خود عزیز من، من انتظار ندارم که بچه های من ظرف 2 سال آینده اصلا سراغ من این تلفنم نکنه. واقعیت این شد شد، چون اگر انتظار داشت بشم کار نفس خودم میدم. تو دنیایی نیست که منتظر. گفتم این آدم بزرگترین آدم آگاه تو اعتماد به نفس و حرمت نفسه، نداریم بالاتر از برندن. 14 جلد کتاب تو این زمینه هم نوشته. حرف این است که برسید به اینجا، nobody is coming. یعنی این حرف خیلی حرف عزیز. بذار من برات باز یه داستان دیگه ای رو بگم. دکتر برندن به من زنگ زد، گفت که من درباره تو از ایرانی ها شنیدم، دارم میخواد تو رو ببینم. با من قرار گذاشت یکی از گرونترین رستوران های بیورلی است، رفتیم اونجا با هم نهار خوردیم، بعد قرار گذاشتیم که با هم یه کنفرانس داشته باشیم در محل تا سابق کلاس های من المپیک کالکشن.
یه جلسه بود که حدود 600 نفر آمدن. دکتر برندن سخنرانی داشت و من سخنرانیشو کرد، رفتیم توی اون تنفس و بریکی که این وسط بود، من گشتم، اونم گشت، بچه ها ریختن دورش و سوال و جواب. به هر حال یه آدم بزرگترین معتبرترین آدم توی این زمینه ها بود، به زبان انگلیسی حرف زد، ایرانی هم که اینجا مشکلی نداشت. بعد از اینکه تمام شد برندن نشسته بود، ما منتظر بودیم که اون مسئول جلسه بره منو معرفی کنه، سخنرانی من بشه. من رفتم کمی کنارش نشستم، با عصبانیت برگشت به من گفت What's wrong with your community? What's wrong with your culture? چه ای با ایرادی تو فرهنگ شماست؟ چه ایراد فرهنگی تو این جامعه شماست؟ منم فکر کردم بچه های چیزی بهش گفتن، جوان های چیزی بهش گفتن. گفتم دکتر برندن چی شده؟ میدونی من چی گفت؟ گفت Dependency. وابستگی. همه همین فکر تو داری میزنی که من دلم میخوام، بی خود دلت میخوام. یعنی یه آدم متخصصی 15 دقیقه 20 دقیقه با یه جمع ایرانی در ارتباط بوده، چند ده نفر دوره رو شیختن، حرف زدن، به این رسته. جلسه بعد رو گذاشتیم تو ویلچری بلتیادر که جای 1200 نفر داشت. از وابستگی تا استقلال همبستگی، همین کنفرانس که الان خودم گذاشتم، دکتر برندن و من و قسمت هیپنوتیزمش هم من انجام دادم. 1200 نفر اومده. یعنی به تو میخوام بگم یه متخصص نگاه میکنه به یه جامعه، میگه این جامعه بیماره، دیپندنسی، وابستگی. تو الان بعد از اون همه حرفایی که من زدم جواب به من، یه پسر باهوش 27 ساله، خوب این حرفای شما بسیار زیبا و حقیقت بود، ولی من دلم میخواد مامان بابام با من بی خود. بس فایدهش چیه اون حرفا؟ اگه قرار باشه آخر کار تو همون حرفو بزنی، من بهتون قول میدم که من شما با هم دیگه همیشه دوست خواهیم بود و هستیم. اوکی گود، تو با من دوست باشی من مشکلی نداره. به هر حال بگو عزیز. بله، من توی این مدت پیامو به این فکر میکردم که این مشکل ترامایی که داشتم و هنوزم هست و طبق این مشکلاتی که فیزیکی و برام پیش اومده، یکم این هم یه حالت تراما برای من ساخته، چطور میتونم از این مخمصه بیرون بیام؟ و همچنین یکم در مورد این تنهایی که احساس میکنم و داخلش هستم، چطور میتونم از این تنهاییم با وجود تمام مشکلاتا که دارم؟ چون نه متوجهم عزیز، ببین نصب کن، درست بس که من به تو بگم، تو به من بگی من ناراحتم، من فقط روزی 2-3 یورو پول دارم، باید باید زندگی کنم یه هفتم با این وضعی یا یه ماه، اون معلومه ناراحت هستی، اون من انکار نمی کنم. ولی اون تیکش که به خودت مربوطه بحث من بود. یک، ما اون این که دست از انتظار و توقع بردار عزیز، اصلا منتظر هیچ کس نباش، نه پدر نه مادر نه بقیه، تازه اینا که کاملا به تو نشون دادن کی هستند و چی هستند، پس به کنار هر چی رسید ممنون. اما نکته ای وجود داره، تو قرار خودت رو به گونه ای حاضر آماده کنی که بتونی توجه دیگران رو جلب کنی و افراد دیگه، حالا چه زن و چه مرد، بخوان با تو دوست یا نزدیک و یا در ارتباط بشن. این دیگه یه مهارتی است که به نظر من توانایی های هوشی و عقلی تو هست، حالا نمیدونم چند روزم به زبان و فرهنگ و جامعه مسلطی، و اونو باید یه جوری پیدا کنید توی محیط کار هست یا تو هر محیط دیگری که درش رفت و آمد داری. و برای این موضوع هم احتیاج به همه نداری. اولا میدونی جدایی یعنی بی او بودن، تنهایی یعنی بی کس بودن، تنهایی یعنی تای وجودم نوشته من بدم تو بدی همه بدن، بی فایده است رابطه. به همجاست که دلا خوب کن به تنهایی که از تنها بلاخیز، از این بدنها بلاخیز. خب اینو باید در خود روست کنی اگر هست. بعدم وقتی شد، خب مثل همه آدمایی که راههایی وجود داره تو شهر تو، تو سن و سال تو، با توجه به امکاناتی که داری چگونه جایی میتونی بری، درگیر چه گروهی میتونی باشی، جمع ایرانیا چند اندازه هست، سازمانهای ایرانی بدون اینکه آلودگی و گرفتاری داشته باشه کدامه، تو برخی از این دانشگاه‌ها به هر حال مقدار جوانای ایرانی هستن، دور هم جمع میشن، به اونا نزدیک شدن با اونا بودن، چون معلومه جدا و تنها که کسی نمیتونه زندگی کنه، آدم از پا در میاد. و خب موانع و محدودیت هایی داری. الان من که نمیدونم یک واقعا امکانات ظاهری تو چیه، این درد با تو چه میکنه، چه محدودیت هایی به وجود میاره، و بقیه امکاناتت کدام نقطه ساکن هستی، چند روزه در اینجا یه محیط فرض کنید ایرانیه یا محیطی است که
تعلق داره به خارجی ها در اونجا که باز همچنان تو رو میتونن بپذیرن بپسندن، یه گروه ورزشی، یه گروه هنری، یه گروه ادبی، هرچه. چون ببین عزیز، ما باید به دنبالش بریم و یه چنین روابطی رو به وجود بیاریم و پاسدار و نگاهبانش باشیم، در غیر این صورت از دستش میدیم. علاوه تو ایران اگر بودی، خب به دلیل آشنایی با زبان و فرهنگ و محیط اجتماعی موضوع خیلی فرق میکرد، ولی اینجا که هستی، حتی اگر مثل منی که 50 سال امریکاست، من روز اینجا هم غریبم، هم ایرانی، هم امریکایی نیستم. یعنی اینقدر هست که خودم میفهمم، بقیه هم میفهمن. یعنی اینا اجتناب ناپذیر عزیز، ولی من و تو قرار نیست که با 100 نفر یا 1000 نفر دوست باشیم. ما یه دونه دوست یا یه دونه کسی که ما رو دوست داشته باشه برای اون کفایت کنه، چند نفرم آشنا که آدم بتونه با این که همراه منه در ورزش، با اون که همراه منه فرض کنید در روزهای تعطیل و یه جوری ایام رو به خوبی گذروندن، با اینا ارتباط باید برقرار کرد. ولی اگر ما یک در رو خونه رو به روی خودمون ببندیم یا ارتباطتون رو با دیگران کم کنیم، هم دیگه کسی نیست، هم به تدریج این حالت بی ارتباطی و بی اطلاعی از محیط و شرایط اطراف ما رو به سمت و سوی میکشه که به اون عادت میکنیم، چون خود جدایی و تنهایی به عنوان یک عامل اعتیاد اصلا میتونه شناخته بشه. بنابراین حتی ای بسا اصلا بهت همچین پیشنهادی ندارم، ای بسا اصلا تو با توجه به درسی که خوندی بهتره که پاشو بری اصلا ایران، تو که در اونجا اگر شبکه‌ای از دوست آشنا نیست، اگر رو پدر و مادر و یا خواهر حسابی باز نکردی یا نمی کنی یا ارتباطی نداری، یا بیا بری با مادر خواهر زندگی کن. ای با ایراداش چیه؟ ممکنه یه جنبه های منفی داشته باشه، ولی جنبه های مثبت هم حتما داره. حداقل در اونجا یه نوعی از روابط هست و این جدایی و تنهایی رو با این شدت حس نمی کنی. به همین جد است که تو میدونی که گزینه های تو چیه، چه راههایی، چه درهایی به روی تو میتونه باز بشه، ولی با راه افتاد، پیداش کرد، در رو باز کرد، خودش باز نمیشه، به استقبال ما نمیان. ما یه دنیایی نداریم که باز یه کسی بخواد ما رو کمک کنه، مگر اینکه ما هم بتونیم برای او کمک باشیم و او این احساس دوگانه یا دو طرفه رو داشته باشه. به همین جد است که تو قراره با یه چیزایی که عادت کردی، با یه چیزایی که باهاش راحتی، اون کامفورت زون تو هست، منطقی است که تو رو نگران و مضطرب و پریشان نمی کنه، بیای بیرون. درست مثل آدمی که میشه میره تو زمین فوتبال، خب حالا همه چی هست، بازی رو خراب کنه، نتونه خوب بازی کنه، آسیب ببینه، به دیگران آسیب بزنه، خب اینا جز شرایط یه زندگیه. بنابراین اگر آدم حاضر نباشه که این خطر و ریسکا رو بپذیره، اگر قرار نباشه که انسان از اون منطقه آرام و امن خودش بیاد بیرون، که خب پشتش هم چیزی نیست. و بعدم توی یه سن و سالی هستی که باید درگیر بشی، بعد از این مدتی عادت کنی. درست مثل کسانی که برایشون بسیار مشکل ورزش کنن، ولی وقتی شروع کردن به ورزش کردن حالا نمیتونن ورزش نکنن، یعنی یه عادت خوبی رو در خودشون به وجود آوردن و حالا از این عادت همه گونه بهره میگیرن. برابر این راه رو خودت بادی مداری باز کنی، ولی اینکه منتظر باشی کسی بیاد، نه عزیز. اون بعدم واقعا میدونم الان حرفی که به تو زدم یا برای خیلی اصلا کمی هم غیر عادی است، میگن این چی میگه، میفهممتون، ولی برخی از وقت اصلا رفتن ایران مسئله تو رو حل میکنه، ولی که اونجا اقلا میدونین چه خبر است دور بره و بعدم میدونین چه کار باید بکنه یا نکنه. اینا رو یه ذره ارزیابی کن. اینکه به من به تو بگم برو کمک روانشناس و اینا رو بگیر، فکر نمی کنم، برای که اون اندازه که باید بدونی میدونی، کار زیادی هم شاید برد نشه کرد. ولی اگر یه چیزاییست که چه از ذره پزشکی چه از ذره روان پزشکی که داروهای مقداری میتونه کمک بکنه که من نمیدونم چه میتونه باشه، خب اونا رو بگیر و استفاده کن. ولی به هر حال ما قرار عزیز زندگیمون اینقدر با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونه دیگه، گریز دیگری که نداریم، راه دیگری که نداریم. این دنیا رو بد ساختن خیلی، یعنی چیز حشر حفه بیمعنی بوده، تازه حالا دوران خوبشه. قبلا که از 100 تا بچه که به این دنیا آمدن 80 تاشون 90 تاشون قبل از 5 یا 7 سالگی میمردن، چون یه مادری بوده با 5 تا 10 تا بچه مرده. حالا که تازه بهتر شده اینه، تا ببینیم چه خبر بوده. یعنی که
به هر حال مواظب خودت باش، من 2-3 دقیقه فرصت دارم، اگر حرفی داری و میخوای بزنی بزن و الا تو بری بخوابی، منم خدافظی کنم جان. بله آقای توخ، بینم وقت کمه، من خیلی دوست دارم حتی دوستانه با اتون صحبت کنم، من میدونم که فرصتی نیست. این ترامایی که دارم داشتم اینم خواستم درمانش یکم، ولی وقت نمیشه خب توضیح آره، اون بدم. که نه دیگه، اون که من از آغاز یه ذره خواستم ببینم چه هست، ولی تو ببین عزیز، با توجه به بیماری تو خب گیر و گرفتاری عزیز، اونا رو متوجه هستم، ولی دیگه گفتم مثل یک کسی که 2 یورو داره، یک کسی 10 یورو داره، باید بره شام بخور. بنابراین من و تو باید یاد بگیریم که بهترین استفاده از این 2 یورو کدامه. انتظار شام 10 یورویی که نمیتونیم داشته باشیم، نداریم، دنیای بله محدودیه جان. ببخشید جو رفتم. بعد من آقای دکتر رشته ریاضی فیزیک خوندم توی ایران و اینجا هم همین رشته ریاضی فیزیک رو ادامه دادم، یعنی برای دانشگاه اقدام نکردم به خاطر این مشکلات و انجام کارا خیلی برام سخته و یه موقعی اصلا انگاری که کوه رو جابجا کنم بعضی کارا رو نمیتونم انجام بدم و این نمیدونم مشکلی مربوط خب به آخه آره خواستی بیا عزیز من، ببین کارهایی که بقیه انجام میدن آدم های عادی انجام میدن، تو کوهش میکنی، ولی کوه نیست. من به یکی به من بگه این صندلی بذار اونجا، بگم نمیتونم. خب علت این است که ای راست میگم تکون نخوردم، پام به قول معروف خواب رفته، میتونم حرکت کنم. تو نزن خودتو به این که نمیدونم نمیتونم، درگیر شو، بذار آسیب ببینی، بذار اذیت بشی. گفتم از منطقه امنت بیاد، چون حس میکنم چیه. بعدم واسه تو یه دلیل دیگه شده برای که من درگیر دوستانی بشم که ریاضی و فیزیک میکنم، که مثل این دنیای تجرید به جای استدلال اکسکیوز را میندازه. حالا اون به کنار، ولی حرفا اون نزدیم، ای دلت میخواد، نه اینکه خیلی مهم باشه. یه دفعه دیگه گفتگوی خودت با من بشنو، ببین از توش چی در میاد، اگرم فکر کردی یه حرفی برای گفتن و شنیدن هست. من با ترامای تو هم کاری نمیتونم بکنم، گفتم یه روان در شناس یا روان درمانگری میتونه وقتی 10 ساعت 20 ساعت وقت داشته باشه ببینیم چه چی کار کرد، ولی معلوم نیست واسه اون خیلی تو رو کمک کنه، برای که شرایط تو مثل آدم مسن میمونه که فرض کن 90 سالشه، یعنی حالا اون انتظار 19 سالگی جوونیشه که نمیتونه داشته باشه یا میتونه داشته باشه. به هر حال مواظب خودت باش، منم به آخر وقتم رسیدم، باید برنامه رو تحویل بدم. یه سوال خوشحالم کوچیک اگه ازتون بپرسم. نه نمیتونم، آخه باید برم، باید تحویل بدم، چون همه